به نام خدا. داستان زن هوسرانی که شوهرش را پی نخود سیاه فرستاد. آوردند در روزگاران قدیم مرد تاجری بود که زنی بسیار زیبا داشت. مرد تاجر همسرش را بسیار دوست داشت، اما افسوس که زن وفادار نبود و رفیقی داشت که خیلی خیلی او را دوست داشت و پیوسته به همسرش خیانت می‌کرد. روزی رفیق زن به او گفت: اگر تو راست می‌گویی و مرا خیلی دوست داری، کاری بکن تا همیشه پیش هم باشیم. زن گفت: می‌گویی چه کنم؟ رفیقش گفت: به تو می‌گویم چه کنی. بیا و خودت را به مریضی بزن و به حکیم هم بسپار که به شوهرت بگوید دوای دردت نخود سیاه است. بعد بفرستش پی نخود سیاه. زن که رفیقش را خیلی دوست داشت و همواره در طلب با او بودن بود، به حرفش گوش کرد و خود را به مریضی زد و شوهر بیچاره که از ترس نزدیک بود سکته کند، نزد حکیم رفت و حکیم را بالای سرش آورد. حکیم که زن از قبل او را پخته بود گفت: وا مصیبتا، همسر شما مریضی بسیار سختی دارد و درمان او این است که برایش نخود سیاه پیدا کنی و نخود سیاه هم فقط در بلاد هند گیر می آید. از تو می خواهم هرچه زودتر راهی سفر شوی و نخود سیاه را برای او بیاوری، وگرنه امیدی به زنده ماندنش نیست. تاجر بیچاره فوری کارهای سفرش را کرد و خرجی زن را کنار گذاشت و کسی را هم پیدا کرد تا از زن محافظت و مواظبت کند. بار سفر را بست و به سمت بلاد هند به راه افتاد. زن تاجر هم با شادی و خوشحالی رفت رفیقش را به اسم اینکه پسر عمویش است به خانه آورد. تاجر بینوا شهر به شهر و منزل به منزل دنبال نخود سیاه می گشت که در راه به یکی از رفقایش برخورد. دوستش او را به خانه اش برد و از او پذیرایی کرد و بعد پرسید: تو اینجا چه می کنی؟ مرد ماجرای بیماری زنش و تجویز حکیم را تعریف کرد. دوست تاجر که بسیار مرد زیرکی بود شروع به خندیدن کرد و گفت: ای برادر، دلم به حال تو می سوزد. آن نازن تو را سرگردان بیابان کرد و خودش هم دارد آنجا کیف می کند. تاجر گفت: یعنی چه؟ مرد گفت: یعنی زنت رفیق دارد. تاجر که بسیار ناراحت شده بود با عصبانیت گفت: چون این چیزی محال است. ولی دوستش اصرار کرد و گفت: صبر کن، کار من اینجا تمام بشود، با هم بر می گردیم و من به تو ثابت می کنم. بعد هم سر 100 من زعفران شرط بندی کردن. چند روزی گذشت و به سمت شهر تاجر به راه افتادن. وقتی برگشتن، رفیق مرد تاجر به او گفت: نخود سیاه را که به خانه بردی، حتما چیز دیگری سرهم می کنند و باز به جای دیگر می فرستندت. اگر این طور شد، به من خبر بده. مرد تاجر قبول کرد و نخود سیاه را به خانه برد. زن که از قبل خبردار شده بود شوهرش دارد می آید، باز خود را به مریضی زد. تاجر وقتی دید حال زنش بدتر شده، حکیم را خبر کرد. حکیم گفت: ای برادر من، نخود سیاه را دیر آوردی، مریضی زنت بدتر شده، حالا دیگر با نخود سیاه بهبود نمی یابد، باید بروی و الوند خیار پیدا کنی. هیچ جا هم جز بلاد مغرب زمین الوند خیار پیدا نمی شود. تاجر وقتی این موضوع را دید، پیش رفیقش آمد و ماجرا را برای او تعریف کرد. مرد هم به او یاد داد که به خانه برگرد و وانمود کن که می‌خواهی به سفر بروی، بعد به خانه من بیا. تاجر برگشت و چنین کرد و به خانه دوستش آمد. 2 روز گذشت و روز سوم زن رفیقش را خبر کرد و مشغول عیش و نوش شدند. از این طرف رفیق مرد تاجر کیسه بزرگی درست کرد و تاجر را توی کیسه کرد و دورش را با پشم پر کرد. کوله بار را بر دوش گرفت و شبانه دم منزل تاجر رفت و در زد. زن از پشت در گفت: کیه؟ مرد جواب داد: خواهرم در راه مانده ام، اگر اجازه بدهی یک امشب را اینجا بمانم.
زن هم دلش به حال او سوخت و او را راه داد. مرد داخل خانه شد و در گوشه ای نشست. زن بدکاره و رفیقش مشغول مشروب خوردن و عیش و عشرت بودند و مرد ساز می زد و زن می رقصید. در همین حین پیش خودشان گفتند بهتر است بگوییم این مرد غریبه هم بیاید و با ما برقصد. مرد را صدا زدند و مرد با کوله بارش وارد اتاق شد و او هم شروع به رقصیدن کرد. زن شعر می‌خواند و می‌رقصید و می‌گفت شوهرم رفته به الوند خیار، بارلاها خبر مرگشو بیار. مرد غریبه هم در حال رقص کوله بارش را بالا و پایین می‌انداخت و می‌خواند کوله بارم گوش کن از مکر زنان، حالا حاضر کن صد من زعفران. خلاصه زدند و رقصیدند و شب به پایان رسید. فردا صبح مرد غریبه کوله بارش را برداشت و از خانه آنها رفت. به خانه خود که رسید کوله بار را زمین گذاشت و مرد تاجر از آن بیرون آمد. رفیقش گفت حالا صد من زعفران من را حاضر کن. خلاصه نیمه شب تاجر و رفیقش رفتند در خانه و در زدند. کسی که تاجر برای محافظت از زنش آنجا گذاشته بود آمد و در را باز کرد. تاجر وارد شد و دید زن پای بساط مشروب نشسته و رفیقش هم در کنار اوست. تاجر با عصبانیت گفت این دیگر کیست؟ زن گفت پسرمویم است، شنیده من مریضم، آمده من را ببیند. رفیق تاجر گفت حالا به تو ثابت می کنم که این پسرمو هر شب اینجا بوده. چاقو را برداشت و گذاشت روی سینه مستخدم و گفت خب حالا راستش را بگو، من خودم دیشب در رقص اینها بودم. مستخدم گفت اگر راست میگویی نشانی بده که در رقصشان بوده ای. دوست تاجر گفت شوهرم رفته به الوند خیار، بارلاها خبر مرگشو بیار. خلاصه مستخدم مقر آمد و گفت در این 6 ماه همیشه همین بساط اینجا بوده. مرد تاجر هم رو به رفیقش کرد و گفت حالا تکلیف من چیست؟ دوستش گفت دست این زن نابکار را در دست این مرد بگذار و آنها را از خانه بیرون بینداز. و اگر زن خواستی من در خدمتت هستم و برای تو زن میگیرم. دوستان عزیزم، اگر از شنیدن این داستان زیبا لذت بردید با لایک و کامنت کانال رو حمایت کنید و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. سپاس.